خدمتی که آب و لیمو به معده تان می کند. لیمو یک خوراک اسیدی است. بسیاری معتقدند این ماده به کاهش ریفلاکس معده کمک می کند. اما آیا واقعا این خوراک چنین اثری دارد؟ ریفلاکس معده زمانی رخ می دهد که اسید معده وارد لوله غذای مری شود. این علامت نشانه برای بیماری ریفلاکس اسید معده به مری است. بسیاری افراد علاقه دارند برای درمان علائم ریفلاکس میده از روش های درمان خانگی پیروی کنند. در این مقاله ما به دنبال شواهدی هستیم که به ما میگویند آب و لیمو چه تأثیری بر بیماری رفلکس معده خواهد داشت تأثیر آب و لیمو در بهبود رفلکس معده رفلکس معده باعث ارتخاب و تحریک پوشش مری می شود. این آرزه موجب سوزش سر دل می شود. و معمولا با آراغ زدن تهوع و استفراغ همراه است بر اساس تحقیقی در سال 2012 سابقه استفاده آبلیمو در روش های درمانی شرقی و غربی بسیار طولانی است. این نوشیدنی برای کمک به هضم غذا و مشکلات مربوط به دستگاه گوارش از جمله ریفلاکس معده استفاده می شده است. با این حال هیچ تحقیق نشان نمی دهد که به راستی آب لیمو چنین اثری داشته باشد. در واقع به دلیل اسیدی بودن آب و لیمو ممکن است ریفلاکس اسید و خیمتر هم بشود. بعضی منابع می‌گویند که آب و لیمو دارای اثر قلیایی است. به این معنی که اسید معده را خونسا می کند. و باعث کاهش ریفلاکس میده می شود. البته این نظریه با هیچ تحقیقی پشتیبانی نشده است. آب لیمو اسیدی است و پهاش آن سه می باشد در حالی که آب دارای پهاش حدود هفت و خنساست. خنسا بودن ماده یعنی اینکه آن ماده نه اسیدی و نه غلیایی است. گاهی برخی افراد میگویند نوشیدن یک لیوان آب و لیمو ریفلکسشان را بهبود میبخشد. عده دیگر میگویند مایع اسیدی مانند آب و لیمو علائم ریفلکس را بدتر میکند. نحوه مصرف آب و لیمو برای تسکین ریفلکس معده هیچ تحقیقی نشان نمی دهد که آب و لیمو علائم ریفلاکس معده را کاهش دهد. اگر کسی همچنان میخواهد این درمان خانگی را امتحان کند، بهتر از توصیه های زیرا به کار بگیرد. یک قاشق غذاخوری آب لیموی تازه را با 250 گرم آب مخلوط کنید. اگر بیش از اندازه ترش است در ابتدا آب لیمو کمتری به آن اضافه کنید همیشه آب را به آب اضافه کنید تا بتوانید اسیدیته آن را تنظیم کنید برخی افراد آب و لیمو را 20 تا 30 دقیقه قبل از هر وعده غذا میل می کنند تا ریفلکس اسید معدهشان را متوقف کنند ممکن است این ترفند برای شما هم جواب بدهد اما مراقب باشید که جزو دسته دوم نباشید و آرزهتان بدتر نشود البته مقدار کمی از این نوشیدنی بنوشید و ببینید که بدنتان چه واکنشی نشان میدهد اگر واکنش منفی دریافت نکردید به تدریج آن را اضافه کنید تا به یک لیوان کامل برسد آب و لیمو را با نی بنوشید زیرا اسید موجود در این مایع به دندانها و مینای دندان آسیب میرساند فواید و خطرات نوشیدن آب و لیمو آب و لیمو فواید متعددی دارد. البته خطراتی هم در پی دارد که میبایست از آنها مطلع شد. فواید به گفته برخی افراد نوشیدن آب و لیمو طیف وسیعی از فواید را در بر دارد. آب و لیمو حاوی ویتامین C است که یک آنتی اکسیدان قوی محسوب می شود. طبق گفته مؤسسه ملی بهداشت ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند تا بدن از عفونت در امان باشد. ویتامین C همچنین به بدن کمک می کند که آهن غذا را جذب کند. افرادی هستند که ادعا می کنند آب و لیمو عملکرد کلیه و ظاهر پوست را بهبود می بخشند. و حتی خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد. با این حال شواهد محکم کمی برای حمایت از این ادعا وجود دارد. عوارض با اینکه نوشیدن آب و لیمو معمولا بی خطر است، اما احتمال ابتلا به چند آرزه جانبی وجود دارد. گاهی نوشیدن مدام آب و لیمو به دندان و مینای دندان آسیب می‌رساند. نوشیدن با نی از چنین آسیب جلوگیری می‌کند. علاوه بر این بهتر است بعد از نوشیدن آب و لیمو دهان خود را بشویید. برخی افراد می‌گویند آب و لیمو ریفلکس اسید معده را بدتر می‌کند. اگر علایمتان بدتر شد برای جلوگیری از آسیب همیشه به پریام های بدن توجه کنید و استفاده از روش های خانگی را متوقف کنید. سایر درمان های خانگی رفلکس معده برای درمان ریفلکس ملایم یا متوسط بعضی داروهای بدون نسخه یا داروهای نسخه ای تجویز می شود. از جمله آنها می توان به آنتی اسید ها و مهار کننده های پی پی آی اشاره کرد. قبل از مصرف هر داروی جدید با پزشک مشورت کنید. درمان های خانگی زیر ممکن است به کاهش ریفلاکس میده کمک کند. نوشیدن شربت آلوئه ورا مطالعه که از سال 2015 آغاز شده است نشان میدهد نوشیدن شربت آلوئه باعث کاهش علایم جی آر دی در 79 نفر شده است. سعی کنید شربت آلوئه را با آب و آب لیمو مخلوط کنید تا التها و ریفلاکس میده را کاهش دهد. خوردن غذاهای غنی از آنزیم، خوردن غذاهای مانند پاپایا و آناناس که غنی از آنزیم های گوارشی هستند یا مصرف مکمل های آنزیم گوارشی قبل از غذا می ریفلاکس میده را کاهش دهد. اعمال تغییراتی در سبک زندگی هم به افراد کمک می کند که ریفلاکس خود را مدیریت کنند. اجتناب از پرخوری، خوردن بیش از و یا خوردن وعده های غذایی بزرگ موجب تحریک معده و یا مستقیما باعث ریفلاکس میده می شود. حفظ وزن در محدوده سالم ریفلکس معده در میان افرادی که اضافه وزن دارند و چاق هستند بیشتر شایع است اجتناب از خوردن غذاهای محرک مانند الکل کافئین شکر فراوری شده شکلات نوشابه های گازدار تنباکو و غذاهای تند باعث ریفلکس معده می شود. بالا بردن زیر سر اگر ریفلاکس میده تان شب ها بروز می کند سعی کنید زیر سرتان را بالا ببرید تا ریفلاکس کمتری بروز کند دو تا سه ساعت قبل از خواب از خوردن غذا اجتناب کنید آرام خوردن تون غذا خوردن باعث ریفلاکس معده می شود اجتناب از پوشیدن لباس های تنگ پوشیدن لباس های شل و نپوشیدن لباس ها و کمربند تنگ فشار روی شکم را کاهش می دهد.